در شرایط مناسب نسبت به امور مالی و نیازهای زندگی هست تا مرز اعتدال که همانا میان روی و دور از هر افراط و تفریط خواهد. اما همین که از مرز انصاف نسبت به خودمون و حتی دیگران میزه عبور میکند به زنجیر طمع اسیر میشه که جلوه آن از نظر مخاطبین نماد تکبر و غرور و خودخواهی می باشد که همانا گناه است. نویسنده امثال 21:4 اعلام می کنه غرور و تکبر گناهانی هستند که آدم بدکار توسط آنها شناخته می شود. هرچند انسانهای متکبر و مغرور باعث رنجش اطرافیان می شود، اما اولین آسیبی که خواهند زد به خودش خواهد. نویسنده ای باز اعلام میکنه قلب مغرور و خودخواه هرگز نمیتواند از سرگیجه و بی‌حوصلگی بگریزد، چرا که مدام در یک پوشش خودش رو قرار میده تا ضعف رو نمایان نکنه. باز نویسنده امثال 16:18 اعلام میکنه نتیجه غرور هلاکت است و تکبر به سقوط میانجامد. و در این رابطه فردوسی نیست زیبا میگه، اعلام میکنه هر آن کس که اندیشه بد کند به فرجام بد با تن خود کند که آسیب به خودش خواهد زد در اون اسارت غرور و منیت. قدرت و توانایی جایگاه کامل و همیشگی نداره برای انسان، هرچند ادعا میکنه که حتی نهنگ ها رو رام کرد، شیرهای وحشی رو رام کرده، قافل از این که یک پشه مالاریا یک باره وقتی که به اون نیش میزنه خطر مرگ اونو تهدید خواهد کردش. و این غرور و تکبر هرچند پوشش تمام ضعف او چه بسا میخواد بشه، اما دوباره به او آسیب خواهد زد. یکی از دلایل آن فراموشی انسان و یا به یاد نمی آورد که از متن تولد در ضعف دانش و توانایی به این جمع آمده، حتی در بزرگسالی که تجربه کرده در سختی و مشکلات گرفتار شده، چه به تلاش خودش، چه به تعلیمات دیگه و پیشنهاد و مشورت، و چه زانو در زده در حضور خداوند و خدا او رو یاری کرده، نیز متاسفانه تمام آن را فراموش میکنه و تصور بر این میکنه که روزگار آیندهش نیز روزگار عادی و دور از هر خطر خواهد بود.
و مقبول میشه فقط به موجودیت خودش. در کتاب تثنیه 8 13 الی 14 اعلام میکنه: هنگامی که رمه، گله، نقره، طلا و داراییتان افزایش یابد، نباید مغرور شوید و خداوند خدایتان را که شما را از اسارت و بردگی در مصر بیرون آورد فراموش کنید. یکی از مشکلات انسان همین فراموشی است. آلزایمر رو نمیگه، فراموشی که در دوران جوانی همچون مثل منم که 20 سالم هست این فراموشی رو میبینم، شما رو نمیدونم. نویسنده اعلام میکنه: دنیا دو روز است، یک روز با تو و یک روز علیه تو. روزی که با توست مغرور نشو و روزی که علیه توست مایوس نشو، چرا که هر دو روز به پایان خواهد رسید و هیچ آثاری از این نخواهد بود. یکی دیگه از دلایل توجه بیشتر آدمی به خود که همانا خودخواهی هستش، ترس از دست دادن آنچه را که دارد، که باعث احساس بی‌اعتمادی به دیگران حتی نسبت به خدا خواهد بود و نگرانی به آینده که همانا ناامیدی می باشد. و چون مجال درک درست از فیض و رحمت خدا رو نداره، برای او رفع مشکلات پیوسته مجهول خواهد بود. از این رو ریسک توکل به خدا در این افراد ضعیف می باشد، هرچند شاید به ظاهر مذهبی، به ظاهر خدا دوست باشن، اما در عمق وجودشون ترس و نگرانی هایی همراه هستش. شاید اعلام میکنه: گروهی از ما آنچنان حواس ما به چیزهایی که نداریم معطوف است که دیگر نمیتوانیم از آنچه داریم لذت ببریم و آن حضور خداست و اون ایمان ما به خداست. وقتی هم که به حضور خدا میریم، در ابتدا نیازهامون رو به حضور خدا میبریم، ترسایی که وجود ما رو گرفته. لذا کلام خدا به ما میاموزه در حضور خدا اول صعود کن، آروم شو تا آرامش خدا رو اول درک کنی و در این آرامش خدا تو رو برکت میده. برای مثال شرح حال جوان ثروتمندی هست که در انجیل مرقس باب 10 17 الی 31 به اون اشاره میکنه که این شخص ثروتمند به سمت مسیح میاد، او رو به عنوان استاد نیکو مینامه، گویا که نسبت به مسیح آگاهی هایی داشته و کارهایی که کرده بوده، و به مسیح میگه من چه کار کنم که وارد ملکوت خدا بشم. مسیح از نگاه و از اون پنجره مذهب و شریعت با او سخن میگه، چون اون از اون پنجره داشت با مسیح صحبت میکرد. مسیح بهش میگه آیا ده فرمان رو انجام دادی؟ آیا شریعت رو انجام دادی؟ او اعلام میکنه همه اونها رو انجام دادم. و چه اتفاقی برای این جوان افتاده بود؟ همه اونها رو انجام داده بود، اما گویا یک خلأ خالی در وجود بود. و اینکه شریعت باعث آرامش و احساس رستگاری شخص نمیشه، تو کیست که بر روی زمین تمام شریعت رو انجام داده باشه؟ مسیح متوجه میشه این به دنبال اون خلأ است، خلأی که در وجود اون هست. از این رو به اون میگه تمام آنچه را که به عنوان ثروت داری و ثروت تو رو محبوب کرده و ثروت تو رو اسیر کرده و ثروت تمرکز تو رو از خدا برداشته که هدف اصلی بود که با شکل خدا بشیم، امروز به نیازهایی که وسیله هستن فقط بر روی زمین، فقط در این رحم که ما بتونیم رشد کنیم به شباهت خدا، میگه بربار تمام آنچه را که داری بفروش. چه بسا خیلی ها فکر کنن عجب کار سختی بوده، اتفاقا نه، شریعت خیلی سخت داره. از دست دادن ثروت هرگز باعث نمیشه انسان رستگاری شاید دست، اما زمانی که من ایمانم رو، امیدم رو و آنچه که دلیل رستگاری ما بوده مسیح بوده رو اون رو دست بدیم، مسلماً رستگار نخواهیم شد. پس خداوند سخت نگرفته. حافظ زیبا میگه، میگه هیچ عاشق سخن سخت به معشوق نگفت
اگر خدا عاشق ما هست مطابق انجیل یوحنا 3:16 چرا باید در این جوان سخت میگرفت؟ اتفاقا مسیح راحت ترین راه رو به اون معرفی کرد، گفت تمام آنچه که امروز برای تو بتی شده در برابر عشق خدا اون رو بذار بره. ولی کلام خدا میگه اون تلخ شد، هرچند راحت ترین راه رو به اون معرفی کرد. امروز در فکر و ذهن شما چه چیزی هست که مانع میشه محبت و فیض خدا رو ببینید؟ برش دارید، از ذهنتون برمیرید، چون تصویر اشتباهی به شما خواهد داد نسبت به خدا. خدا رو فقط وسیله میدونید، فروشگاهی میدونید که داریم توش نیاز رو بگیریم بیاییم بیرون، قابل از اینکه حقیقت این نیست. حقیقت این هست که در حضور خدا رفتن و ماندن برای همیشه، برای همیشه در حضور خدا بودن، از روی زمین تا به آسمان، بهر همین آفرینش عزیزان. این مذهبی بودن نیست، این روال یک عشق. دو نفر که همدیگر رو دوست دارن، دوستی و عشقشون دائمیه، برای همین سیده یک حکم شیطانیست که از طرف شیطان اومده. هوشیار باشی. مسیح وقتی که از اون پرسیدن، موسی به ما گفته که زمانی که زنت رو نمیخوایی طلاق نامه اون رو بنویس و بده دستش. تو چی میگی؟ مسیح گفت از سنگدلی شما بود که موسی چنین قانونی رو گذاشت. این قانون خدا نبود، از سنگدلی شما بود. لذا کلام خداوند اعلام میکنه خوب نیست که انسان تنها باشه، زن و مرد، دختر و پسر با هم یک بشن و هیچ کس اجازه نداره این کار از هم جدا کنه. کشیشا هرگز اجازه طلاق نداره، خدا جدایی رو نمیخواد عزیزم. پس آنچه که کلام خداوند به ما میاموزه نسبت به عشقش هست، محبتش هست. در مرقس 10:24 نسبت به این موضوع که عرض کردم، عیسی مسیح رو میکنه به شاگردان، میگه عیسی به شاگردان گفت ای فرزندان، چه دشوار است دخول آنانی که به مال و اموال توکل دارند در ملکوت خدا. نه اینکه مسیح راه سختی رو مهیا کرده، خیر، چون انسان ها هستن که در تصویر اشتباه به دنبال چیزهایی هستن که باطل هستش. و اندیشمندی اعلام میکنه خیلی از ما رویاهای خود را زندگی نمی کنیم. رویای ما در کلام خدا چیست؟ چرا خدا انسان را آفرید؟ شبیه او بشیم. متی 5:48 کتاب پیدایش همون باب اول 1:26-28 اعلام کنه خدا انسان را شکل خود آفرید، در بود روح، نه این جسم ناتوان، اما این انسان بود که از آنچه خدا آفریده بود دور شد. خیلی از ما رویاهای خود را زندگی نمی کنیم، چرا که داریم ترسهای خود را زندگی می کنیم و با اونها نیز مشغول هستیم و اون جوان نیز میمونه. علت توکل و اعتماد ما به هر موقعیتی دلیل شناخت ما از آن هستش. مولوی اعلام میکنه ای برادر تو همان اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه ای. این اندیشه ما هست که جلوگاه زندگی آینده ما خواهد بود، به اهداف ما، حتی عمل کرده ما، سخنان ما، احساسات ما خواهد بود. و نویسنده این مزمور 9:9-10 اعلام میکنه و خداوند قلعه بلند برای کوفته شدگان خواهد بود. کجا دلت شکسته؟ کجا آزرده دل هستی؟ این خداست که یاری تو خواهد آمد. حتما دستایی خواهد بود، اما بوسه به دست خدا بزن، دست اون دست بده، اجازه بده که نگرش اصلید اون باشه. و خداوند قلعه بلند برای کوفته شدگان خواهد بود، قلعه بلند در زمانهای تنگی و آنانی که نام تو را میشناسن. نه خدا دوستن، خدا دوستی هدف نیست، اول خدا شناسی هدفه. متاسفانه دنیا برعکسه، خدا دوستی رو روی تحمیل، روی اجبار، روی فشار، روی سنت، روی جبر پذیرفته. از این ایرانی ها حقیقتا خدا دوستن، اما به فیض مسیح ایامی رو داریم جلو میریم که ایرانی ها به توسط انجیل مسیح خدا شناس نسمه هشد، اونم به توسط روح القدس.
در زمانهای تنگی به آنانی که نام تو را میشناسند بر تو توکل خواهند داشت، زیرا ای خداوند تو طالبان خود را هرگز، عزیزان خدا دروغ نمیگه. چرا تو مشکلات و سختی ها میترسی؟ چون خدا را نمیشناسی، چون پیام خدا را نمیدونی. اینجا داره میگه زیرا ای خداوند تو طالبان خود را، نه طالبان ثروت و قدرت و مقام، خود را هرگز ترک نکرده. ما در مسیر شناخت خدا چون به ذات او آگاه میشویم که فیاض و بخشنده و محبت است، به راحتی بر سر سفره ناامیدی و نگرانی و ترس نمی‌نشینیم. از این رو به تصویر اشتباه جامعه و لباس خودخواهانه را بر تن نقد می‌کرد. باز مزمور 34:8 اعلام می‌کنه که ای مقدسان خداوند از او بترسید، یعنی او را بشناسید. هرگز خدا نمی‌خواد ما از او بترسیم، خدا می‌خواد ما او را بشناسیم. از این در کلام خداوند ترس از خداوند یعنی شناخت خداوند. ای مقدسان خداوند از او بترسید، زیرا ترسندگان، زیرا اون که می‌شناسن او را، هیچ کمی نیست. می‌بینم که خدا به اونها داره آنچه که باعث نیازشون هست رو خواهند داد. و نویسنده اعلام میکنه زمانی که آغاز به شناخت خدا کنید، او را زیباترین و مهربانترین خواهید دید، چون دیگه از زبان واعظ نمیشنوید، با خود خدا ملاقات دارید. میری در حضور خداوند. فراموش نمیکنم یک سال از ایمانم گذشته بود و مجبور شدم یه مسیر رو سواره تاکسی بشم، مسیر طولانی رو، و من که مدام کتاب مقدس انجیل تو جیبم بود و نمی‌دونستم بین اونها باز کنم، حالا مسئله امنیتی یه طرف توی ایران و جا تنگ اون جلوم نشسته بودم، فقط گفتم خدایا من از تو میخوام، من تا الان فهمیدم تو چقدر من دوست داری، اما الان از تو میخوام که یه کمی بیشتر عشق تو در دلم قرار بدی. و باور کنید توی این مسئله طولانی من هم میخندم هم یه دیگه کردم ناخداگاه، چون از من خدا باشه. اینها چیزایی بود که در بکرانی که در اسلام داشتم هرگز تجربه نکردم، یه اطلاعم نبودم. میدونید که در یه خانواده اسلامی سیاسی در شهر قم بودم، پس میشناختم. از این رو از خدا خواستم. رانندهی که داشت رانندگی میکرد به من گفت آقا شما همه چیز خوبه، چون هم میدید میخندن هم دارم گریه میکنن، طبعا نرمال نبود. و من شروع کردم اونجا گواهی ایمانم که چگونه خدا دختر من بشه، چگونه خدا قلب من رو بخش، چگونه خدا من رو از اون عادت ها و اسارت ها آزاد کرد. و چون حضور خدا اونجا بود، خود این راننده هم گریه کرد و باعث شد که من بعد از اینکه همه مسافر را رسون، یه 10-15 دقیقه من با این شخص وقت گذاشتم. چون ایرانی ها به دنبال حقیقت هم. افسوس که در این دوره این بدبینی و بدگمانی که نظام اسلامی ایجاد کرده دل ایرانی ها رو از خدا دور کرده، اما خدا رو شد کرام خدا من ادامه میدونه در روزهای آخر. هرچند قدرت تاریکی بر ایران سلطنت میکنه، خدا این قدرت تاریکی رو خواهد شکست. هرچند ایرانی ها پراکنده جهان خواهد شد، اما خدا ایرانی ها رو به ایران برمیگرده و بر قلب ایرانی ها سلطنت میکنه. این پیام خدا در کتاب ارمیا و به این روزها ما نیز داریم نزدیک میشن. بنابراین مردان و زنان ایمان شادی و امیدشان به دست آوردن نیازهاشون نیست عزیزم، بلکه اعتمادی هست که به خدا دارند. نویسنده این مزمور 64 در اعلام میکنه مرد صالح در خداوند شادی میکنه. شما که امروز مایید در حضور خدا، شادی نصیب شماست، شادی کنار شماست و اون حضور خداست. اجازه بده چیزی تو رو تلخ نگه داره، اومده اینجا تلخی رو رها کنه. وقتی صحبت از مرد میکنه، موضوع کسایی هستن که ایماندار هستن، موضوع مرد و زن نیست. مرد صالح در خداوند شادی میکنن و بر او توکل میدارن و جمعی راستلان فخر خواهند نمود. و شاعر اعلام میکنه الهی بادیه درگ و برایم، فقط تنها توی مشکل گشایم، به قید تو ندارم من پناهی، اجابت کن به لطف خیش دعا را. و این در قلب مردان و زنانی هست که خدا رو میشناسن، در صورتی که نیازهای ما قبلگاه گردن برای به دست آوردن آنها، چه در تصمیماتمون ما
متاسفانه، چه در احباب رو. اونجا هستش که ابزار ما میتونه ابزار بی‌انصافی باشه و بی‌عدالتی باشه، چون فقط من به فکر نیاز هستم، به فکر خوشنودی خدا نیستم، به فکر آنچه را که به خاطرش آفریده هست شدم نه. مزمور 62 10 الی 12 می‌نویسنده در این رابطه اعلام میکنه: بر ظلم توکل مکنید. کسی که خدا رو در برابر خودش دید، کسی که خدا رو نمیشناسه به خاطر نیازش شاید ظلمی هم بکنه، میگه بر ظلم توکل مکنید. ظلم حتما این نیستش که تو زندان کنیم شکنجه کنیم. دروغ مصلحتی ظلم. هوشیار باشیم، به مسیح ایمان آوردیم، ما با دروغ مصلحتی کاری نداریم، ما با ریا کاری نداریم. از اینو عیسی رو همیشه تشویق کردم، لطفا وقتی که به کلیسای مسیح تشریف میارید برای تحقیقات، در کنار این نیاز دارید که اقامت این سرزمین رو ببینید. خواهش میکنم، خواهش میکنم تمام سوالاتت رو نسبت به انجیل مسیح اعلام کن. نترس، فکر نکنید که من و معلمینی که در این کلیسا هستن فکر میکنید احساسمون این هستش که باز شما الان ایمان نداریم. من دخترم رو که مسیح شفا داد نزدیک 2 ماه با قرآن توی کلیسای جماعت ربانی ایران با کشیشای ارمنی بحث میکردم. آخر سر یکیشون گفت دست از سر من بردار، من که مسلمان نبودم تو قرآن برای من باز میکنی، تو خودت اومدی اینجا گفتی دخترم مریضمون دعا کردی، خودت گفتی شب خواب دیدم مسیح اونو شفا داده. مگه ما دخیل بودیم غیر از دعا؟ راست میگی. این سرم رو بکنم پایین رفتم دنبال تحقیقاتم. پس خواهش میکنم اگر شما سوال نکنید این دیواری خواهد بود بین شما و حقیقت. سوال کنید و این دیوار شک رو بریزید که قوتی خواهد بود برای ایمان شما. بر ظلم توکل نکنید و بر غارت مغرور نشوید، چون دولت افزوده شود دل در آن مبندید. خدا یک بار گفته است و 2 بار این را شنیدم. نویسنده از کلام خدا شنیده، روح القدس باش صحبت کرده، اما چون به اون فکر میکرده تصویر درست از امید خدا داشته، میدونسته که خدا امیدش هست، تو ذهنش گفته خدای واقعا تو کمکم میکنی، من میخوام تو راستی باشم، نمیخوام تو دادگاه دروغ بگم، نمیخوام این حرف بزنم که به اون شخص آسیب بزنم، میخوام تو راستی باشم. دوباره صدای خدا را شنیده، پژواک که صدای خدا در دلش بوده، گفته من با تو هستم نترس، تا من با تو هستم هیچ کس بر علیه تو نیست. برای همین میگه 2 بار شنیدم. خدا یک بار گفته است و 2 بار این را شنیدم که قوت از آن خداست. ای خداوند، رحمت یعنی فیض نیز از آن توست، زیرا به هر کس موافق عملش جزا خواهی داد. موافق اون اندیشه‌ای که داره، اون فکری که داره. فیض خدا بخشش کامل است، از او به ما، درسته؟ و از ما به دیگران. اون من محبت کرده، من محبت میکنم، من رو خداوند بخشیده، من نیز باید دشمنان خودم رو ببخشم. بارها عرض کردم چون ما در انصاف نیستیم. اگر میخوای به انصاف عمل کنی تو همین شریعتی هستی، اما اگر میخوای به انصاف عمل کنی باید به عدالت عمل کنی، به همونی که مسیح روی صلیب انجام داد. پس باید ببخشی. بخشیده شدی ببخش. اگر به این ایمان داری، فیض خدا نصیبت شده، فیض خدا رو نصیب دیگران کن به طریق زندگی، رفتاره، سخنانه، اعماله. اما بعض موقع اشتباه ما فکر میکنیم، فکر میکنیم خدا این فیض رو من داده، من بخشیده شدم، من محبت شدم، حالا همه به من فیض بدن، حالا همه من رو برکت بدن، حالا همه من از من پرستاری کنن، من محبت و این اشتباست. از ما هستش که به دیگران میتونه این محبت خدا نیز داده بشه تا توی جایگاه درستی نیز قرار بگیریم. در غیر این صورت این اون لمس فیض حقیقی نخواهد بود. عزیزان نمیتونم در اون مسیح توی جایگاه درستی بگیریم اگر درک درست از فیض خدا رو ما نداشته باشیم. فیض خدا یعنی محبتی که من شایستش نیستم، هدیه ای هستش که به من داده میشه بدون اینکه من براش زحمت کشیده باشم. اگر ما نیز نصیبمون چنین فیضی شده، این فیض رو باید به دیگران بدیم و منتظر نباشیم، مهتلبی نکنیم. یک ایماندار مسیح مهتلب است، به دنبال این نیست
خدای محبت هم کردی، کلیسا محبت هم کن، مسیحی ها منو محبت کنید. نه، شما باید بسیار باشید، حتما هم دیگر باید محبت کنید. دو شخص خسیس بعد از سالها به هم میرسن، از 20 سال توی خیابون هم دیگر رو میبینن و این به اون میگه کجا بودی 20 سال من تو رو ندیدم. میگه آره منم دلم برات تنگ شد، حالا خونت کجاست؟ این میگه تو خونت کجاست؟ این میگه تو خونت کجاست؟ هیچ کدومم راضی نبودم آدرس خونه ها شد. بالاخره یکیشون کم میاره، میگه آره خونه من فلانجا هستش و میگه فلانجا پلاک فلان طبقه دوم با لگد محکم میزنه. میگه چرا با لگد محکم بزنم؟ میگه بعد از 20 سال داری میای خونه من، یه دستت گل و شیرینیه، یه دستم کادو برای خونه من هست دیگه. فیض خدای گونه نیست، از تو انتظاری نداره، محبت بلا عوضه و این محبت ما نیز باید برای دیگران باشه. اندیشه های خودمون رو فقط میتونیم با کلام خدا در روح القدس نهج بزنیم و اون به ما نشون میده که در فیض خدا چه بزنیم. آمین. بریم با هم دیگه اولین آیه بروشورتون رو که آیه ثابت هست تشکیلتون میکنم این قسمت رو لطفاً بخونید، حفظ کنید برای زندگیتون. خوب هست. نامه کولوسیان 3:1-2. آیا همه بروشور داریم؟ اونا که بروشور ندارن دستاشو بره بره لطفاً دستا رو بگید بالا تا کسی بروشور بدن. چون با مسیح برخیزانیده شدید، آنچه را که در بالاست به طلبید. ممنون. آنچه را که در بالاست، یعنی اندیشه من باید اندیشه خدا باشه. متاسفانه انسان ها خودشون موقعیت زندگیشون رو میسازن با اشتباهات، با گناهانشون، با تدبیر های اشتباه، حتی با تعریف اشتباه نسبت به خدا، هدف خلقت، و بعد میگن تقدیر ماست، قسمت ماست. قابل از این که قسمت ما رو خدا در ابتدا برق زده که ما شاهزاده هستیم. ما بشنویم، ما کی هستیم؟ بگیم اعلام کن دیگه. آمین دیگه. آمین. اعلام کنی رو، چرا که صبح تا شب ناخودآگاه خودت توی جایگاه هایی مثل اسمهایی، جملاتی، کلماتی، ببخشید من چقدر بدبختم، من چقدر بیکسم، من چقدر تنها، اینها دروغ های شیطان، اینا رو باطلش کن و با این اسمهایی که خدا بهت داده زندگی کن. بفرمایید. در آنجایی که مسیح هست به دست راست خدا نشسته، در آنچه بالاست تفکر کنیم، نه در آنچه بر زمین است. آمین. علیشمندی اعلام میکنه برای کلام دست مردم اشتباهات زندگی خود را روی هم میریزن و از آنها گول به وجود میآورند که نامش را تقدیم میزن. بله، وقتی ما خدای حقیقی را نمیشناسیم، حتی برای درک درست از کلام خداوند باید فارغ از غرور بشیم. میدونم که دانش زیاده، من این تجربه رو داشتم، شفای دخترم رو دیدم، محبت کلیسا رو دیدم، کلام قدرتمند انجیل رو وقتی که میخوندم در وجودم احساس میکردم، دیدم چگونه دارم فارغ میشم از تمام عادتهای زشت، اسارتها، اما از درون یک غرور میبود که نمیخواست بپذیره که انجیل مسیح نمیخواستم بپذیرم. هنوز تو کاردکس مغز من پر از این اخبار بود. ببخشید اینو میگم، عذر میخوام. مسیحی زاده ها نجسن، مسیحی نجسه، وارد کلیسا نشو نجس میشه. اینها بود، اینها بود در ذهن من و سخت بود و جنگ بود و این کارو باید اون رو بسن انجام بده. ولی بپذیر، قبول کن، فروتن شو، گوش کن و وقتی فروتن میشی اجازه میدی دانش دیگه این وارد ذهنت بشه، اونجا هستش که به آگاهی خواهیم رسید. جان ماکسون میز اعلام میکنه هیچ کس نمیتواند هم مقهور باشد هم خواستار آمادن باشد. بریم با هم دیگه نامه دوم قرنتیان 6:1-10 رو بشنویم. پس چون همکاران او هستیم، التماس می‌نماییم. درسته که پولس رسول داره تشویق میکنه، اما قصدش نیستش که به کلیسای قرنتوس بر مرز مثال یه هندونه بذاره زیر بغلش.
یا داره هنوزی بغل ما میذاره، خیلی تعارف نمیکنه، اون اجازه نداشت. این کار روح القدس، روح القدس داره به پولس رسول میگه به کلیسا بگو منم دارم به شما میگم که شماها همکاران خدا هستید. شما همکار خدا هستید. کلام خداوند میگه وقتی خدا آدم را آفرید به آدم گفت در باغ عدن تو مواظب این باغ باش، تو همکار خدا شدی، چرا که اسم حیوانات را خدا به آدم میگه، اعلام میکنه میگه برو اسم گذاری کن این حیوانات رو. پس ما همکاران خدا هستیم. خدا این اقتدار رو به ما داده، این قدرت و این توانایی رو به ما داده. شیطان به اسارت برد اما مسیح روی صلیب ما رو آزاد کرد، به آزادی که خداوند بهت داده آزاد زندگی کن. با ترس و نگرانی زندگی نکن. این باز دروغ شیطانه و پولس رسول داره اعلام میکنه تو همکار خدا هستی. میتونی اعلام کنی من همکار خدا هستم؟ اعلام کن. آمین. حتی در زر، حتی در سختی، حتی در مشکلات اعلام کن که همکار خدا هستی و اون موقع خداوند به تو مسئولیت همکاریشو خواهد داد. بله؟ التماس می نماییم که فیض خدا را بی فایده نیافته باشد. فیض خداوند مطابق نامه افسسیان 2:8 اعلام می کنه مسیح به خاطر گناهان ما روی صلیب رفت و مرد. مسیح خودش فیض بوده است که باعث بخشش ما شده. دنباله چی می گردی دوباره؟ دنباله چه تجربه این بهتر از این می گردی؟ مسیح به خاطر گناهان ما 2000 سال پیش مرد، اگر قبول کردی تمام زندگی تو توی فیض و محبت و رحمت خداست. صبور باش، بهش خالی رسی. دست از این همه به دنبال نیازها بردار، دست به دست خود خدا بده. تا اون امید رو ببینی، تا اون قوت رو دریافت کنی. شاعری اعلام میکنه ای کاش دلم پنجره دیگر داشت. خب از یه پنجره نگاه نکن خدا رو، تا که میخوای از اون پنجره نگاه کنی؟ در گذشته خود من فقط از پنجره مذهب و اسلام نگاه میکردم، اما زمانی که یاد گرفتم به این زانوهام بگم خم شد در برابر حقیقت، انقدر مغرور نباش، انجیل رو خوندم بی طرفانه این دفعه خوندم، دیدم خداوند با قلب من داره صحبت میکنه. فقط از یک پنجره نگاه نکنیم عزیزان. ای کاش دلم پنجره دیگر داشت، ای کاش خدا فقط شقایق میکاش. 2000 ساله که خدا فقط داره شقایق میکاره. از کجا نگاه کردیم که خارها رو میبینیم؟ چرا اینقدر بدبین؟ چرا اینقدر ترسو؟ چرا اینقدر نگران؟ از اون پنجره بیا. حتی میخوام بگم اگر ایمان مسیح داریم هنوز میترسیم، پنجره که در برابر تو از پنجره اشتباست و تصویر اشتباه داره به تو میده. ای کاش دلم پنجره دیگر داشت، ای کاش خدا فقط شقایق میکاش، ای کاش یکی میامد و غمها را از قلب اهالی زمین بر میداشت. 2000 سال پیش مسیح مگه این کار رو نکرد؟ آمین. زندگی کن با این فیض. این فیض رو به دیگران انتقال بده، به همسایت، به دوست، این قوت رو به اون بده. این قدرت خدا در تو قرار داده. از بس که ما رو ضعیف کردن، از بس که به ما یاد دادن باید امام باشی، باید پیغمبر باشی تا به حضور خداوند بیز صحبت تو برسه، سخن تو برسه، دعات اجابت بشه، منتظر شدی مسیح منو تو را آزاد کرده، در اون آزادی زندگی کن. همون موقع میبینی خدا گفت شد و تو خواهی گفت و به فیض خدا انجام میشه. بله؟ زیرا میگوید در وقت مقبول تو را مستجاب فرمودم و در روز نجات تو را اعانت کردم. اینک الحال زمان مقبول است، اینک الان روز نجات است. آمین. در هیچ چیز لغزش نمی دهیم که مبادا خدمت ما ملامت کرده شود. در سخن، در اعمال، در رفتارمون خیلی هوشیار باشیم. اگر من اعلام میکنم به عنوان یک ایماندار هستم، اتفاقا سختی و مشکل من جایی هست که نام خدا رو جلال بدم. جایگاهی هست که من نشون بدم من فرزند خدا هستم در همین سختی و همین مشکلات. در غیر این صورت تمام مردم دنیا در زمان سختی ها ناله می کنن، حق دارن، اما من و تو حق نداریم، چون که محبت خدا در برابر ماست. چرا که می دانیم مطابق رومیان 8:28 اعلام می کنه مشکلات و سختی ها برای شما ها که خدا رو دوست دارید و اراده خدا رو می خواهید به نیکویی تبدیل کنید. وقتی با این اندیشه زندگی می کنید تصویر نیکویی رو می بینید به جای مشکلات، سختی ها، نابودی ها، هلاکت ها. بلکه در هر امری خود را ثابت می کنیم که خدام خدا هستیم
در صبر بسیار، در زحمات، در حاجات، در تنگی ها، در تازیانه ها، در زندان ها، در فتنه ها، در محنت ها. پس پولس رسول در اصل داره میگه من تجربه شدم، من شعار نمیدم، علنا من در این سختی ها بودم، من توی زندان محبت و فیض خدا رو دیدم، در زمانی که میخواستم من شلاق بزنن دیدم، بدون پول بودم دیدم، تنها بودم دیدم، تو تمام سختی ها من تجربه کردم، اما من ایمان دارم به فیض خدا در 100% که 100% فیض خدا با من هستش و اون من رو میخواد حمایت کنه، اون من رو هرگز نمیخواد تنها بذاره. پس ما نیز نباید اجازه بدیم و مجالی بدیم خدا اینگونه عمل نمی کنه. خدا شعار نمیده، پولس هم شعار نمیده. خداوند ما رو سر کار نذاشته. شخصی وقتی متوجه میشه تولد همسرش هستش، در اندیشه که اون رو سورپرایز کنه، میره در خونه رو میزنه و به زنش میگه بیا دم در، بیا دم در، میاد میگه عزیزم تولدت مبارک، میگه خیلی ممنون، میگه عزیزم بیا بیا در رو میبینی چه رنگی قشنگ میزنه، قرمز رو میگه، میگه آره چقدر قشنگه مو، آخ قربونت برم، بغلش میکنه به در پشت چه کادو میاره، میگه یه پیرنگ گرفتم هم رنگ میگه. خدایی کار نمی کنه، خدا با این کار نکرده، یه کار پسرش داد، ما رو سر کار نذاشته، وعده علکی نداده. بله، در بیخوابی ها، در گرسنگی ها، در طهارت، در مهربانی، در روح القدس، در محبت بیریا، در کلام حق، در قوت خدا با اسلحه عدالت بر طرف راست و چپ، به عزت و ذلت و بدنامی و نیکنامی، چون گمراه کنندگان و اینک راستگو هستند. توی تمام این سختی که پولس رسول کشیده، مثلا در بهش فحش دادن، پولس رسول هم فحش داده؟ بس فحش نده. اگر کسی آزارش داده، پولس رسول پر از کینه شده؟ پس کینه نگیر به دلت، او رو شفا بگیر. اگر دیگه که عمل یک شخصی عمل بدی انجام داده، عمل متقابل به نصف انجام نداده، پولس داره این رو میگه، میگه وقتی در فیض خدا هستی، فیض خدا در تو عمل میکنه، قدرت داره، مشروط برای این که به تبعیت از این فیض زندگی کنیم. در نامه افسسیان 4:29 اعلام میکنه هیچ سخن بد از دهان شما بیرون نیاید، پس باید مواظب باشیم، بلکه آنچه به حسب حاجت برای بنا نیکو باشد تا شنوندگان را فیض بخشد. اونها هم از اون فیضی که شما از خدا گرفتید، از اون محبتی که گرفتید نیز بتونن برکت ببینن. بله، چون مجهول و اینک معروف، چون در حالت موت و اینک زنده هستید، چون سیاست کرده شده اما مقتول نه. پولس رسول اینو چگونه به دست آورده؟ یه سواله. پولس رسول این صبر و این محبت و این آرامش رو چگونه به دست آورده؟ به توسط روح القدس. پس به توسط روح القدس و کلیه روح القدس این کار رو انجام میده. خدا نمیخواد ما تلاش انسانی کنیم. اگر حقیقتا درک نمی کنی چگونه باید ببخشی، لطفا من به عنوان شبانه کلیسا مسئول هستم، به من بگید کمکتون کنم. منم بلد نباشم، وظیفه‌مه برم یاد بگیرم. اینجا که من صحبتی از خودم نمیگم، کلام خداست داره میگه. به من بگید، به معلمین بگید تا به شما یاد بدیم. ما اینجا نیستیم که به شما تعلیماتی رو بدیم که شما با تلاش‌های خودتون بتوانید آنچه که پولس رسول داره میگه انجام بدید. خیر، شما با فیض خدا بتونید و فیض خدا به توسط روح القدس هست که ایجاد خواهد شد. شخصی داشت سیگار میکشید، دوستش بهش گفت بگید تو نگفتی من میخوام سیگار ترک کنم؟ گفت دارم ترک میکنم، اون این گونه نیستش که یک دفعه سیگار رو بذارم کنار. از کبریت شروع کردم. گفت پس چجوری سیگارت رو روشن میکنیم؟ گفت یه چیز سیگار با سیگار روشن میکنیم. این اکثر آنچه را که به عنوان امیدوارم به کسی بر نخوره، انرژی درمانی، گفتار درمانی، سر کاره. این روح القدس هست که عمل میکنه. دیدن چیزی رو، دیدن تو کلیسا چه بیداری میشه، کلیسا طرف تولد تازه پیدا میکنه، اومده یه دوبون بازار درست کرده. ولی کار روح القدس هست که باعث تبدیل ما خواهد شد، تولد تازه خواهد شد و به ازای ضعف ما قدرت روح القدس هست که عمل میکنه. بله، چون محزون ولی دائما شادمان، چون فقیر
و اینک بسیاری را دولتمند می‌سازیم، چون بی چیز اما مالک همه چیز. آمین. 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 ولی با هم یه نکته سفر داشته است. دو تا سه نکته رو آماده کنید. خب، چراغ رو روشن کنید لطفا. من ببینم افراد رو پایین باشه آمده باشه. خب، همه خوشگل و خوشتی. بله. یه دست برای خودتون بزنید. آیا همه برشور دارید؟ اونا که برشور ندارن دست برای بالا لطفا. نه اون دست ها بره بالا. من بدن بره بالا. ولی الان این دست ها بره بالا برای برشور. بله. خب، سه نکته رو داشته باشیم لطفاً. سپاس گذارم. لطف کنید کرش کنید، خواهش میکنم. لطف کنید توی خونم بهش نگاه کنید. لطف کنید این درس رو به یه نفر دیگه بیاموزید تا خودتون این گونه زندگی کنید. چگونه میتوان از اندیشه اشتباه رهایی داد؟ خدا محبت است و آدمی رو به شباهت خدا آفریده و هر اندیشه بدکارانه در انسان تصویری اشتباه است که دلیل رنج او در زندگی می باشد و به تقرب به خدا قلمرو نجات او خواهد شد. و تقرب به خدا برد. خدا عادل است. این عزیزان اینو پر نکنید، تو نقطه سوم پر کنید. اینا مال گذشته است، هفته های گذشته است. خدا عادل است و آدمی را به شباهت خدا آفریده و هر اندیشه ناعادلانه در انسان تصویری اشتباه است که دلیل پریشانی او در زندگی می باشد و شناخت خدا قلمرو نجات او خواهد بود. نکته سوم، اینو پر کن. خدا فیاض است، یعنی پر از فیض، پر از بخشش است. پر از فیض و بخششی که لزومی نداره ما به خاطرش کاری کنیم. اون عاشق ماست، اون ما رو دوست داره. فقط بپذیر. بپذیر محبت خدا رو. خدا فیاض است و آدمی را به شباهت خدا آفریده و هر اندیشه خودخواهانه در انسان تصویری اشتباه است که دلیل اسارت او نسبت به گناهاش، اشتباهاتش که دلیل اسارت او در زندگی میباشد و توکل به خدا قلمرو و قلمرو نجات او خواهد شد. اگر بتونیم تصویر درستی نسبت به خدا داشته باشیم، خوب بهش تفکر خواهیم کرد و این روح القدس هستش که کمک ما خواهد کرد. حافظ در روح القدس زیبا میگه چی؟ میگه روح القدس گر مدد کند، فیض روح القدس در مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه مسیح ها میکرد. یعنی مانند خود عیسی مسیح ما میتونیم عمل کنیم. اگر در نامه اعمال رسولان نگاه کنید، یا میگه دیگران یا میگه آنان. حافظ با آگاهی داره این رو میگه. رسولان مسیح بشارت دادن. به کیا بشارت دادن؟ به آنان و به دیگران. میگه وقتی جفا شد، رسولان مسیح فرار کردن یا تو زندان بودن، اما آنان یا دیگران رفتن بشارت دادن. چرا؟ چون روح القدس در ما عمل کرد، چون فیض روح القدس در ما عمل کرد و چون فیض روح القدس در ما عمل کرد، از این رو توانستن توی جایگاه درستی قرار بگیرن و این گونه یک مسیحی بوی مسیح رو میده. یک مسیح سخنان مسیح رو باید ازش بشنوید. زندگی مسیحانه داره. بازم میگم جای اشتباه نرید، توی مذهب نرید. مسیحی ها شادن، آرامش دارن. موضوع ثروت نیست، ثروت چیز بدی نیست، حتما به دنبال ثروت هم برید، اما به طریق و اراده خدا در مسیر انصاف به دنبال ثروت برید. مسیحی یه پیام داره. مسیحی پیامش فقط رفتن به کلیسا نیست. مسیحی رویا داره، رویای کلیسا رو داره. میدونه کلیسای پس مسیح رویا داره. برای اون رویا نیز مایه میذاره، خدمت میکنه، پولش رو میده، نه به عنوان دهیه، به عنوان که اون کلیسا نیاز داره. درک میکنه کار خدا. شخصی میره مسافرت، بعد از که مسافرت میاد، دوستانش همه دورش جمع میشن، نگاه میکردن، این داشته صحبت میکرد، آره اینجوری بود، اینجوری بود. اینا همه منتظر بودن بابا حالا رفت این مسافرت یه صحباتی چیزی آخر سر یکیشون دیگه بالاخره شاکی میشه رو میکنه میگه ببینم چی آوردی؟ میگه تشریف. ما نمیتونیم فقط بگیم ما مسیح هستیم تعمیر گرفتیم. آیا میتونیم مثل مسیح زندگی کنیم و یا نه؟ و در صورتی میتونیم مثل مسیح زندگی کنیم که حقیقتا عزیزان
با مسیح رابطه و این عشق و محبت رو نیز داشته باشیم و اجازه بدیم عیسی مسیح اولین عشق ما بشه. اول به اون نگاه کنیم، اون عشق ما باشه، ما در مسیر عشق اون نیز بعد رو بدیم، ما در مسیر عشق اون نیز قرار بگیم، اون اول زندگی مون قرار بدیم. شخصی به یوسف پادشاه میرسه میگه یوسف میدونی من چقدر تو رو دوست دارم؟ یوسف میگه ببین بابا من خیلی دوست داشت، ولی من بودم توی چاه و بابام نیز به رنج دوری از من در عذاب قرار گرفت. بعد از من، بعد از اون موقعیت، زن پوتیفار که به عنوان ایرانی زلیخا میگن یا مسلمانان زلیخا میگن، میگه اون خیلی من دوست داشت، من به زندان رفتم و زلیخا رسوا شد. برو خدا رو دوست داشته باش، نه من رو گرفتار کنی، نه به خود درد سر بدی. بیاین خدا رو اول زندگی مون اولویت رو به خدا بدی، بذاریم عشق اولمون خدا باشه. و اون زمان هست که توکل به خدا رو خوب درک کنیم. شاه اعلام میکنه توکل بر خدایت کن، کفایت میکند حتما، اگر خالص شوی با او صدایت می کند حتما، اگر بیهوده می رنجی از این دنیای بیرحمی به درگاهش قناعت کن، عنایت می کند حتما، دلت درمانده می میرد اگر غافل شوی از او، دلت درمانده می میرد اگر غافل شوی از او، به هر وقتی صدایش کن، حمایت می کند حتما. خطا گر می روی گاهی به خلقت توبه کن با او، خطا گر می روی گاهی به خلقت توبه کن با او، گناهت ساده می بخشد، رهایت می کند حتما، اگر غمگین اگر شادی خدایی را پرستش کن که هر دم بهترین را عنایت می کند حتما. آمین. با ایمان ولی با همگی آخر نمایر هم نیز بشن نامه رومیان 6. زیرا این را می دانیم که انسانیت کهنه ما با او مصلوب شد. آمین. تا جسد گناه معدوم گشته دیگر گناه را بندگی نکنید. آمین. دست دیگر این کار نکنید. دو تا سوال آخر هم داشته باشید. سوال این هفته، تجربه شما از فیض خدا در زندگیتان چیست؟ و لطفا به این سوال فکر کنید، حتی شده برای خودت بنویسید، بنویس تجربت از فیض خدا چیه؟ توی کتاب مقدس بزرگرگاهی به اون نگاه کن. اگر مایل بودید پنجشنبه تشریف بیارید درباره این موضوع بیشتر صحبت میکنید. بله؟ سوال دوم، و چگونه خود را شایسته آن میدانید؟ آمین. روش فکر کنید، اگر نمیدونید پنجشنبه با ما باشید، چرا که در این رابطه صحبت کنید. لحظه سرمایه خودمون رو خرم کنید. میخوای تصویر ذهن و فکرت رو یک تصویر حقیقی قرار بدی؟ پس تمام آنچه را که به عنوان نیازها حاجتت هست و خدا میخواد به تو بده، اجازه نده دیوار بین تو و خدا بشه. بذار کنار اونها رو، خدا از نیازهای ما باخبره، خودش اعلام کرده. بهش بگو خدای دوستت دارم. میتونی بگی؟ بگی خدای دوستت دارم. اگر فکر میکنی که اشتباهی گناهی کردی، بهترین موقع است که ازش پوزش بخوای، توبه کنی و او با خون مسیح کفاره خواهد کرد و مطمئن باش که خداوند تو رو برکت خواهد. دستان خدا به سمت تو درازه، دستان تو ایمان توه. اگر به فیض خدا ایمان داری، دستانت رو دراز کن، با ایمان بپذیر برکت شناخت خدا رو، قوت و پوری روح القدس رو و اراده او رو از او بخواه. بذار وجود تو رو پر از شادی و آرامش کنه. عزیزان، این دو روز سپری خواهد شد. آسمان چه کاره هستیم؟ لطفا به این فکر کنید. به این فکر کن آسمان چه کاره خواهیم شد. شما که وقتتون رو میذارید، چرا 100% مال مسیح نباشید؟
پس اینه کاملا خودت رو در آغوش او قرار بده و از محبت او پر شو و با شادی و قوت در مسیری که خدا برات مهیا کرده در ادامه حیاتت قدم بردار. در نام عیسی مسیح آمین.